سلام بچه ها، به اولین ویدیو من خوش اومدید. امروز قراره بریم عکاسی برای تولدم، قراره با هم دیگه آرایش کنیم، مامون رو درست کنیم و حاضر شیم و بریم به سوی عکاسی. همیشه اولین مرحله از روزم زول زدن دیگه جور فکر کردن عمیق. خوب بچه ها شروع کنم که دیگه خیلی دیر شده و اولا مامون رو درست میکنم به خاطر اینکه آرایش رو هرچی دیرتر انجام بدی تازه تر میشه. مرحله بابلیس کشیدنم واقعا که از مراحل خسته کننده است. این اتفاقای نقص میفته، بابا همیشه خیلی خوب حالت میگیره. واقعا کاش موام فر بود. به نظرم خیلی بهتر از مو صافه. یه ویدیو هم راجبش درست کرده بودم تو اینستا. حداقل همیشه یه حالتی داره. الان مو صاف. یه بار تازه فکر کردم پازش کردم هنوز فر نشده بود. دو ساعت فرش بود. تا بزن کوفت بزن. نیم ساعت بعدش دوباره لخت میشه. واقعا چرا هر کی موش لخته دوست داره که موش فر باشه، هر کی موش فره دوست داره موش لخت باشه. هنوز یه دونه هم درست. اگر من الان این همه رو تو یه ساعت چجوری درست کنم؟ سه ساعت شد. بدشانسی دوم تاف نداریم. خیلی درسته خدایی. چیکار کنم؟ یه اصلا وای نمیسته تا ساعت چهار. الان ساعت یکی و عمرن که ساعت چهار اینجوری وایسه. بچه بابام رفت خرید. من احساس میکنم اگر همینجوری لفتش بدم مثل همیشه دیر میرسم. مثل همیشه خب تموم شد، ولی اصلا حس خوبی نسبت به این دارم. این ور فرش از این ور احساس میکنم شلتره. یه جوریه دیگه، هر چی که هست دیگه اصلا نمیتونم الان کاریش کنم. آقا یه چیزی اینجایی که خیلی گشنم بود تصمیم گرفتم یه چیز سریع درست کنم و بخورم و بعد ادامه کارم بکنم. اینم کوکو سبزی آماده است. آماده شده است. میدازم تو همین یه دقیقه سریع درست. خب بچه من یه آپدیت بدم. ماسک گذاشتم خاطر اینکه تا کوکو سبزی آماده بشه و بخورم و اینا. اینم حالا رو صورتم باشه که میخوام آرایش کنم. یه خورده زیر ساختش خوب باشه دیگه. چی میگن همین اصطلاح؟ نون، یک کوچه کوکو سبزی. خب بریم آرایش رو شروع کنیم. یعنی دیر شده حسابی، نیم ساعت وقت دارم باید آرایش کنم. حاضر بشم. میدونم مثل همیشه دیر میرسم. خب اول آرایش چش رو میکنم به خاطر اینکه واسه خط چش اینا اگه یه موقع خراب شد بشه که کاریش کرد. ولی اگه کرم پودینا بزنی دیگه اگر برینی هیچ کاریش نمیدونم. این چسبا هم دادم که میره تو چشم. البته دارم کور میشم، قرینه در بیاد خیر سرم. حرف میزدم و الان دیدم دوربین خاموشه. باشم میگفتم من اصلا اصولی آرایش نمی کنم. اصلا از من الگو نگیری. خودم ریدم. آره همه سایه ها رو با همین یه دونه براش بدم. چرا خودت زحمت بدی بری براش برداری بیاری؟ میزنی به همین دستمال استفاده میکنی. آقا من این چسبه رو کندم داشت کورم میکرد. من میبینم امروز همه چی قراره داغون پیش بره. همه چی. خب من بس ساعت 4 اونجا باشم. من ساعت حدوداً 2:40 دقیقه است. تا اونجا هم نیم ساعت راه. یعنی من همین الان باید جلو در حال رفتن باشم و هنوز خط چشم نکشید. کرمم هم نزدم. همیشه میگن چرا دیر میرسی؟ به خاطر همین. میدونی چی یادم رفت؟ الان تازه یادم افتاد. یادم رفت. اولش کانسیلر بزنم پشت چشم که یه خورده از این چیزی درات. همیشه آرایش من اینجوریه. آخر سر تازه یادم میفته که اوه این کارو چرا نکردم، اون کارو چرا نکردم. خب رسیدیم به اون مرحله آزاردهنده خط کش کشیده که مطمئنم میرینم. مطمئنم، اصلا شک نکنیم. فقط بیادب نیستم. این فشار زندگی چی کارش کنم؟ یه الان چرا اینجوری شد؟ آقا چرا همه داره اینجوری میشه؟ چرا؟ 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 بذار ببندم ببینید چیکار کنم الان؟ این همه سایه زدم الان چجوری اینو درستش کنم؟ به کسی خواستی هایی موقعی آرهش من خوش خوش آخر سر این شو. احساس میکنم که خیلی بد شو. این چاره دیگه ندارم. بلش کن، اصلا بهش اهمیت نمیدی. این واسه ادامه ای کار دیگه چرم پودرمو بذارم و تمومش کنم که ساعت 3 و من باید 4 اونجا
باشم. میبینید من حرف نمیزنم چون استرس دارم، شدیدان استرس گرفتم به خاطر اینکه میترسم نرسم ساعت 4 اونجا. خب یه ذره پودر فیکس بزنم. از بین همه مراحل آرایش کردن، مرحله کنتور دماغ رو خیلی دوست دارم. خیلی باحاله. خب بچه ها ساعت 3:30، من تازه دارم پنکیک میزنم. خیلی ریلکس. سنگان انگار که دیرم شده. اونقدر آرایشم ترموله. اسمم قبل از آرایش خیلی بهتر. استرس دارم. تو غذا خوردم وگرنه الان عمرن نمیرسیدم که یه چیزی بخورم. خب ریمه رو زدم، نمیدونم چیکار کنم، فقط برسم من. خب اینم از آخر کار، این شد در نهایت. میدونم که ترماله ولی دیگه چیکار کنم، دیگه چاره ندارم. گفتم این دوتا تیکر یه بار دیگه از این بابلیسا بزنم که باز شده دیگه، قشنگ رسما باز شده. خیلی هم بد نشده ولی تمیز نیست. میدونی تمیز در نهایت. بچه من تازه دارم میرم، بعد یه رو به 4 من بعد 5 دقیقه دیگه اونجا باشم. هنوز بادکنکی من هم نگرفتم. شیت، من دارم میرم بادکنک بگیرم، بکنم 4:30 میرسم. خب بچه‌ها 3000 بادکنک فروشیه بسته بود نداشتیم. چی بزن بادکنک میخریدی؟ الان علی هستم از اینجا به بعد با تو همراه. قشنگ دقیقا الان ساعت 4، ما تازه دم در خونمونیم و داریم میریم. یه آپدیت از فر موام بدم، داغون نشده هنوز، نمیدونم حالا تو اونجا چی بشه. خب میریم تولد فروشی دوم، امیدوارم که این داشته باشه. چی مناظره پیدا کردم ولی زرد بنفش نیست. فقط از اون رنگی که من میخوام یکشو داره، دوشو نداره متاسفانه. خوشنام شد بالاخره به بادکنک هم رسیدم. 4:10 یعنی گفته بود ساعت 4 اینجا. مثلا به بارش هم خوب شده یا نه؟ خب بچه راحت ای دارم میام آپدیت ساعت میدم. فقط 50 دقیقه است، 10 دقیقه به 5 ما عرض ممکن داریم. آره دیگه آینه چرا اینجوریه؟ رسیدیم. نفرهای بعدی که قرار بعد ما بیان هم رسیده بودن و چون ما دیر کردیم اول اونا رو years later. شب شد. ما روز اومدیم، الان شب شد. خب بچه‌ها اینم از بلاک